بانک‌ها دارن برای سفر اربعین وام به ظاهر 10 میلیونی میدن. آیا گرفتنش حلاله یا اشکالاتی داخلش هست؟ واسه شنیدن جوابش تا انتها با ما همراه باشید. ضمناً با این بانک‌های ربوی هم امشب کار داریم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بزرگواران، بنده مصطفی محمدی هستم، با شبی با شبهه 55 در خدمت شما هستیم. جدیدن بانک ها دارن برای راحت‌تر شدن و افزایش مسافرین به کربلا در ایام اربعین یه وام 10 میلیونی میدن. شاید بگید خب چقدر خوب، دم دولت گرم، اما صبر کنید، گرفتنش اشکال داره. اه آج آقا یعنی چی؟ زدال نزن. بذارید از زبان کارشناس محترم حاج آقای بزرگوار بشنویم. میدن 23% هم سود میگیرن. عجب کاری. شنیدم که 2.5 میلیون هم مسدودی داره این بانکشو. یعنی 27% بالای 27%. بله. من عرض میکنم که نه، این کار درستی نیست. ببینید، ما مردممون رو نباید با پول حرام به سفر مستحبی بفرستیم. بله. این پول عملاً چون جنبه ربوی پیدا میکنه و عزیزان میخوان به عنوان مشارکت در امر ترویج فرهنگ اربعین کار بکنن، عرض میکنم خدمتشون که خیر، این درست نیست. ببینید، این پول و واگذاری آن نه در قالب مضاربه میگنجه، نه در قالب مشارکت میگنجه، نه در قالب فروش اقساطی میگنجه، نه در قالب های دیگری مثل مزارعه و مساقات و امثال اینها. حالا مرابحه و جعاله و اینها من نمیدونم بر چه اساسی میخوان تبیینش بکنن و درستش بکنن. بنابراین این درست نیست و به هر حال اگر حمایت نکنند از اربعین ما با این پولی که عملا شرعا درست نیست، به نظر من بهتر هست. اگر واقعا دلشون برای فرهنگ اربعین سوخته، این همه پول سرگردان و منبع پولی بدون به اصطلاح صاحب در بانک ها وجود داره. بدون صاحب که عرض میکنم، یعنی به این معنا که خیلی کسی مطالبه سود ازشون نمی کنه. پول های سرگردانی که در بانک ها هست، از اونها استفاده کنن. از اونها استفاده بکنن با حد اکثر 4%. 4%. با حد اکثر 4% که واقعا بشه قرض الحسنه. اگر واقعا دلشون برای اربعین میسوزه، اگر هم دلشون برای اربعین نمیسوزه، که خب آلوده نکنند اربعین با این پولی که شرعاً جایز نیست و ازش اجتناب بکنند. و از مردم عزیزمون هم خواهش میکنیم که اگر واقعا توان رفتن به اربعین و سفر اربعین دارند، با پول حلال برن. اما الزامی نیست که انسان با پول مشکوک مشتبه بخواد سفری را انجام بده که سفرش در اصل مستحبی است و بخواد از این طریق از ابزار نادرستی استفاده بکنه. هیچ وقت در فرهنگ اسلامی ما هدف وسیله رو توجیه نمی کنه. عزیزان، حاج آقا یه مقدار مراعات کردن، اما من بدون تعارف میگم درست نیست، یعنی اشکال داره، یعنی حرامه. به این صحبت های ایشون هم اکتفا نکردم، با جستجوی ساده فهمیدم بله، 2 سال پیش هم آیت الله مکارم فرموده بودن که تنها وامی که از نظر شرعی میتوان برای عتبات و سایر سفرها استفاده کرد، وام قرض الحسنه است و حد اکثر کارمزد مجاز برای این وام ها 4% میباشد، حد اکثر. و استفاده از سایر وام ها که در مقابل آن سود دریافت میشود و یا کارمزد بیش از 4% دارد، جایز نیست و سفر آنها اشکال دارد. یعنی واقعا من موندم که این بانک ها چرا اینقدر گردن کلفتن؟ شورای فقهی بانک ها دارن چیکار میکنن؟ این دولت و اون دولت هم نداره، هر کی اومده سر کار از بعد انقلاب دقیقا همون فرمونی رو رفتن که قبل انقلاب این بانک ها میرفتن. عزیزان، شمایی که برات حلال و حرام مهمه، تا میتونی از بانک ها فاصله بگیر. من اگه مرجع تقلید بودم فتوا میدادم همه مقلدین من حرام واسهشون پولشون رو بذارن داخل این بانک هایی که دارن ربا میدن، تا اینا برن چاق و چله بشن، بهترین برجا و خونه ها و ماشین های لوکس بخرن برای خودشون از پول بدبخت مردم، برن کارخونه ها رو مفت از چنگ صاحباشون در بیارن، سفره مردم رو آلوده کنن و جوری بشه که طرف بدبختی که اومده وام بگیره مشکلش حل بشه، بدتر مجبورش کردن بیچاره یه وام دیگه بگیره تا بتونه قسط و دیرکردهای وام اولش رو بده. وا ویلا، ببین وضعیت چجوره. حالا یه مقدار برای امور جاری و خرید کردن حالا چاره نیست، اما پولم رو بذارم سودش رو بخورم،
واسه اونی که براش مهمه ربا تو سفرش نیاد، قطعا کار درستی نیست. این حرفای من طلبه ساده نیستا، مراجع فرمودن بیش از 150 بار فرمودن تو این سالها، اما اصلا کسی گوشش بدهکار نیست. بازم عده ای از این مذهبی ها نهید منو توبیخ بکنید. باشه من نفهمیدم، مراجع چی؟ کارشناسان چی؟ اونا هم نفهمیدن؟ اینو ببینید صحبتهای تأمل برانگیز آقای مجید حسینی، کارآفرین برتر از رباخاری بانک‌ها و بی‌توجهیشون به قانون و نظر علما و مراجع تو برنامه پایش. بابا خودش با این بانک‌ها سر و کله زده انقدر که فوق بیچاره شد در دست اینا. خودش ببین داره چی میگه، با هم ببینیم. دبیر کمیسیون حقوقی ما جلسه داشتیم بانک‌های خصوصی، گفتم شما چرا قراردادهای سفید امضا میگیرید؟ یه مطلبی گفتن که اصلا من توی موندم. میگن چون بانک‌های ما شلوغه و در اون لحظه‌ای که تولید کننده میاد میخواد تسهیلات بگیره ما فرصت نمی‌کنیم، فعلا قراردادها رو سفید امضا می‌گیریم و بعداً پرش می‌کنیم. میدونید عین چی میمونه؟ آی توکلی، شما الان صاحب فرزند شدید، میخواد برید اداره ثبت شناسنامه بگیرید. اداره ثبت هم که همیشه شلوغه. اون رئیس اداره ثبت یه دونه شناسنامه سفید میده به شما، میگه برو توش هر چی می‌خوای بنویسی بنویس. این که اجرای قانون نشود. مقررات بانک ها، قوانینی که برشون حاکم هست جزء قوانین آمره پولی و بانکی است. مجریش کیه؟ بانک. اون قراردادی که شما اونجا نوشتی و منو مجبور میکنی پاتو میذاری رو گردن من که امضا بکنم، من اصلا نقشی درش ندارم. من فقط دارم تعهد میدم. که به شما رو بهت اجازه میدم که تا احساس کردی سرمایه‌ات به خطر افتاده هر کاری دلت خواست بکن. قاعدش این نیست. ببینید بانک ها دارن در عواید این طرح ما مشارکت میکنن. یعنی بنده اومدم رفتم یه کارخونه ساختم 10 میلیارد تومان، حالا 1 میلیارد تومان سرمایه در گردش میخوام 1 میلیارد ماشینالات روز بخرم، میام از بانک در قالب عقود شرعی و اسلامی و مشارکت. هنوز ماشینالات نیومده بانک برای من تخصیص کرده، خب من تولید نکردم باید قسط شما رو چجوری بدم؟ سر سال بلا فاصله میاد جریمه و وچه التزام و اینا رو میزنه، حالا یه قرارداد سوریه دیگه با من میبنده که اون دیون گذشته رو چیکار بکنه؟ تسویه بکنه. اینم تخلف. حالا ببینید اومدن اصطلاحات رو عوض کردن. من عرض کردم آقای دکتر همتی ما وام نداریم، تسهیلات. اسمش رو عوض کرد. آره تسهیلات. دو، ما سود به چی میگیم؟ هی شما میگید سود. سود حاصل کسب و کاره. یعنی من و شما شراکت میکنیم، یه پولی گیر میاریم، شما سهمتو بردار منم سهممو بردارم، هزینه هامونو کم میکنیم سودمونو برمیداریم. دقیقا. ولی بهره رو شما داری از پول میگیری. این چه مشارکتیه که اول شما تعیین میکنی 28% سود قطعی؟ مگه ما بانکداریمون بانکداری اسلامی نیست؟ در آمریکا 2% بهره میگیرن، ما اونا رو قبول نداریم، دائما داریم نقدشون میکنیم. من اینجا خواهش میکنم فقهای ما علمای ما ورود کنن، به خدا قسم برای ربا اگر عمامه بر زمین بکوبن کمه. علمای که شما بهشون اشاره میکنید 10 بار تاله گفتن جریمه کرد حرامه، اصلا کسی حرف گوش نمیده. من نمیدونم چرا اینجوری. وقتی قانون رو اجرا نمیکنن من یه چند تا مطلب میگم رو... آقا مثلا جنبه ایجابی داره، ولی شرعمون که دیگه هممون خودمون رو متشرع میدونیم، هممون میگیم بچه مسلمونیم، هممون میگیم این نونی که میبریم سر سفرمون باید حلال باشد. این مشکل پیدا میکنه. سفره های مردم رو آلوده به ربا کردن. من خیلی رک به شما دارم میگم، با مصیبت من که پولدار نیستم، پول سپرده بذارم تو بانک. پولم داشته باشم میرم کالا میخرم، طلا میخرم، زمین میخرم، چند نفری جمع میشی میریم مشارکتی یه چیزی میخریم، یه چیز واقعی که ارزشش هیچ وقت پایین نیاد. اما یک ریال تو بانک نمیذارم. پول هم برام واریز میکنن، سریع خالیش میکنم و میرم مثلا وسیله میخرم، هم کارتم هم بالاخره زود خالیش میکنم. سمت وام هم بمیرم هم نمیرم. بگن آقا 0% اومسم بیا بگیر تو رو خدا، میگم عمرت برو ورد مال خودت. بانک آقا جان پولش برای من طیب و طاهر نیست، من به نتیجه رسیدم، بذار بقیه بگیرن نوش جونشون. من دنبال جنگ با خدا نیستم، من دنبال این نیستم که پولی که مشتبه شبه ناکه وارد زندگیم بشه بقیه دوست دارم برن بگیرن. خاک بر سر ما شده که خیر سرمون،
اسممون رو گذاشتیم مؤمن و مسلمون و نمیتونیم 10 نفر جمع بشیم، آقا مشارکت یه صندوق بذارید، هر کی مقدار پول بذاره داخلش، بعد به اون کسایی که نیاز دارن همون ازا حالا دور و بر وام قرض الحسنه بدیم، خاک تو سرمون واقعا. خلاصه عزیزان، کل مطلب خلاصه و چکیدش این میشه، وام 40 اشکال داره با این شرایطی که گفتم. برای سفر مستحبی نرید دچار حرام بشید، به دیگران هم حتما برسونید و بگید. ضمناً دنبال سفره پاک و لقمه حلال هستید، تلاش کنید آقا کسب و کارتون رو تا میتونید از بانک جدا کنید. بازم میگم تا میتونید، اونجایی که توانش رو دارید. خب دمتون گرم که با ما تا انتها همراه بودید. دعا میکنم انشالله با ظهور حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه و شریف بساط هر بانکی که رباخاری میکنه جمع بشه به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. عليك يا أجمل خلق الله.